با سلام درود و احترام خدمت هموطنان هم. خدمت شما عرض کنم که من میخوام روال الان بازار رو براتون بگم، چه اتفاقاتی خواهد افتاد خدمتتون عرض کنم و نتیجه چه خواهد شد. الان مردم همون جور حکومت سردرگمه، مردم هم تقریبا سردرگمن، نمیدونن چه میشه. اما من خدمت شما عرض خواهم کرد و آخر نتیجه گیری خواهم کرد. دلار ساعت به ساعت و روز به روز داره گرونتر میشه. علتش این است که دلار نیست تو بازار. ریالی هم تو بازار نیست. و اینها هر چی تونستن مردم رو چاپیدن، دوشیدن، از صندوقای کمیته امداد بگیرید تا حرم ها رو بگیرید، تا امامزاده رو بگیرید، تا هر سبکی که بلد بودن از مردم پول دوشیدن. قرض الحسنا رو بگیرید، پولا رو گرفتن، یه سری برگه دستون دادن، اوراق مشارکت دادن، سکه طلا رو پیش فروش کردن، یه کاغذ دستش دادن، پولا رو همه رو تو جامعه جمع کردند. اما اتفاقی که الان میفته رو خدمت عرض میکنم. با توجه به گرانی نرخ دلار و خالی شدن انبارهای تتمه یک تولیدی کشور که معمولا مواد غذایی هست، مواد پلاستیکی هست و چیزی که خیلی سطح بالا نیستن، وقتی تتمه کارخونه ها بخوابه حدود 1 میلیون تا 1,200,000 نفر دیگه بیکار میشن. اونم چه بیکاری، چه بیکاری، بیکارهایی که توی این مدت تو کارخونه بودن و امید داشتن که رقمی دستشون برسه، مبلغی دستشون برسه، های کار کردن، شلوغ نکردن، تظاهرات نکردن، احتساب نکردن. بیکاره طلبکار 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه، 1 سال، حالا ارز نیست، اگه هستم قیمت بالاست و صرف نمیکنه که بخوان واردات داشته باشن، وارداتی هم وجود نداره. در نتیجه یک مرتبه کارخونه شروع کردن به خوابیدن، پشت سر هم در ظرف چند روز اتفاق خواهد افتاد و کارگرا میشن طلبکار و کارگرا میشن معترض و کارگرا میشن صداشون در میاد. من بارها و بارها به شما بی‌شرفای مسئولین مملکت، مسئولین بی‌لیاقت و خائن مملکت گفتم. البته اینم بهتون بگم، من در کلیپ بعدی صحبت خواهم کرد، علتی که مملکت بیروز افتاده رو خواهم گفت که مسئولین چرا به این مشکل برخورد کردن. چرا؟ چون همشون که بد نبودن، که یه ده خواستن کارهایی هم بکنن اما نتونستند. از قدیم الایام بوده، از اون رهبر تو اون ابتر تو اون انتر گوش کنید، این شعار مال امروز دیروز نیست، از بد و تاریخ بوده. این از شعار بیکار، دزدی و قتل و قارت، نکه به جون هم مردم میفتن، به جون شماها خواهند افتاد. تمام خونه های شمال شهر رو غارت خواهند کرد. کی دارم بهتون میگم؟ تو خواب خرگوشی باشه تا جونتون در بیاد. مفت خوردید، مفت چریدید، حالا باید تاون پس بدید. حرور خوردی با دونش پس میدی، با دونه خوردید. یادم چند سال پیش میگفتین که آخو بعض مردم خوب شده، من الان یاد کفش مردم همه نوعه. گفتم تو جا عوض کردی، مردم سر جاشونن. الان ترسی که در جامعه وجود داره، تو قشر مرفه وجود داره، تو قشری که براش اهمیت نداشته و ماشینشو سوارشه، پسرشو دخترشو یل کنه و فر بفرسته خارج ایران، به حقم هست، نه که در تهران، در تمام ایران هم اتفاق داره میفته. تاراج و غارت میکنه شما رو. باد کاشتی طوفان درو میکنید. وای نسه جلو بود، وای نسه همراهیش کردید و هر جوری بود توجیه کردید. ما یک توضیح المسائل داریم، یک توجیه المسائل داریم. توجیه کردید، حالا من دارم توجیهتون میکنم که چه بلایی ملت سر شما در خواهند آورد. به خصوص دیگه حالا دارن کم کم به هم نزدیک میشن. تتمه کارخونه ها میخوابه، راننده کامل احتساب کردند، سوخت گرون خواهد شد، نمیتونن کار کنند. ضمن این که موادی وارد نمیشه، موادی نیست، مواد غذایی وارد نمیشه. آقایون گرفتند چند میلیاردی از این پولی که تو بانکای چین و هند و این برابر تو روسیه و اینها بود، گرفتن جنس ها رو بردن تو عراق تحویل دادن، توف تو شرف نداشت که پول دستشون بیاد. آخرش کجا میخواید برید؟ آخرش کجا میخواید برید؟ حالا ما در شبکه‌های توزیع مواد غذایی یا اجناس و کالا دو نوع شبکه داریم در ایران. یکی شبکه های کلان هست که جنس رو میارن از بنادر، از کارخانجات میارن، تحویل
بنکدار یا عمده فروش میدن، اون توضیح میکنه در سطح عمده فروش های کشور از تهران توضیح میشه و بعد مثلا بی علت میاد تهران که مثلا بر فرض میخوان یک استانی مثلا بر فرض استان فارس، استان خراسان جنس بفرستن، با جنس جور بفرستن، ناچران جنس میاد تهران، در اونجا مثلا 10 قلم از این، 5 قلم از اون، 2 قلم از اون، 2 جور از این جور میکنن جنس، مثلا برای یه نفر بار میفرستن میره. خب اگه الان در مغازه ها چیزی هست جنسی هست، این مال و این شبکه کلان هست که میاد تعبیر بنکدار میشه و عمده فروش میره. اما الان جنسی که تو بازار هست که شما میبینید، این شبکه مورگی هست، یعنی عمده فروش ها توسط شرکت های پخش و یا خودشون و امثال هم، یا خود خریدار میره میگیره میاره، اینها در مغازه ها و دکان ها و سوپرمارکت ها و امثال هم و تابونه توضیح میشه. تتمه انبار هاست، تتمه جنس هاست، پشتوانه هم که نداره مرتب گرون هم میشه. شما در حد نیازتون برای 20 روز، 1 ماه، 40 روز مواد غذایی رو تهیه کنید، هرچند میدونم توان مالیتون خیلی ضعیف شده، اما در این حد کار کنید، ضمن اینکه همتون با همدیگه کمک کنید، اونی که داره به اون نداره بده، نمیگم پول بده، رو مواد غذایی نذارید همسرت گرسنه باشه، این اتحاد کمک میکنه. چکای برگشتی زیاد شده، حالا بازاریا میمونن با چکای برگشتی، بازاریه که خلاصه حالا آیا آخر همراهی دارن میکنن، ولی بازاریه که گذشتگی نمیخوام بگم که چیکار چه اتفاق افتاد با هزار چیز، خلاصه این حکومت حفظ کردند، حالا باید جبران مافات بکنید، خودتون غرقید، نکنیدم همتون رفتید ته این باتلاق، شما هم هستید، شک درش نیست، همتون بدهکارید، کوچکاتون، کو پولاتون، کو گردش پول نیست، پول چاپ کنن یک دفعه جنس 4 برابر میشه، قدرت خرید مردم پایین‌تر، بازاری جبران مافات بکنن، ناچاری تعطیل بکنید، بلاغت منه سر مردم بزنید، آقا ما تعطیل کردیم، لااقل یه چیزی برای زن و بچه تو گفتنش داشته باشید. خب چکا برگشت میشه، پول نیست تو بازار، چک دیگه کسی قبول نمیکنه، چون نمیشه، بعد اون کارگر، اون نیرو، اون ماشین سوخت، همه اینا پول نقد میخواد، چه تو کارتون باشه چه دستون باشه، نیست، وقتی نبود یک دفعه اقتصاد میخوابه، اقتصاد که خوابید یعنی به حد انفجار از رکود میرسه، که داره میرسه، همین روزا هم میرسه، به زودی زود داره میرسه، این اتفاق افتاده ولی تتمش هست و خود حکومت به دست خودش و شیوهایی که به کار برد در تسریع شدن، در ساقط شدنش و به ذلت و خفت دادنش خود تسریع بود، تو باتاق داره فرو میره، دست پا بزنه فرو میره، دست پا نزنه فرو میره، کلاد دست پا میزنه و دزدا دارن دزدیشون رو میکنن، شب و روز دارن پول از مملکت خارج میکنن، خونه تو کشور مختلف خبر. پس وقتی من میگم شما اجنبی هستید، بی شرفا، بی اجنبی هستید، شما بی ناموسید، بی دینید، انسان نیستید، شرف ندارید، هیچی ندارید و تقاص پس میدید، مطمئن باشید تقاص پس میدید، چون وقتی که این قضیه FATF را بیفته، که راه میفته، چه شما باشی چه نباشید، تا پولی که برای فرانجای فلان فرانتون کردی در از اون چنگ تو در میرن، روزگارتون سیاه، خونه میری میخری، به نام اینون میخوای بخری، چه کار میخوای بکنی، آخرش کجا میخوای بری، دهکده کوچک جهانی میخوای چه کارش کنی، خیلی تلخی این آخر کارتون و اصلا تو کله پوکتون رو فرونی میشه که آقا برگرد طرف ملت، آقا غلط کردم، شکر خوردم، برای همین روزاست، بازم برگردی، چون هر جا بری وقت نمیتونی تو ایران برگردی، برگردی تا ابد تو زندان باید بخوابی، جونتون در بیاد یا تو لاهه، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه دیگه، اون عروسی آنچنانی و سکا و مثلا تموم شد، اما خلاص. خب پس الان بازار در تاریخ بشری سوالش اینقدر چک برگشت بشه، پول نیست، کلاهبرداری تموم شد، تتم حساب بانکارم خالی کردن، ریال نیست و هیچ کار نمیتونه، دولت کاملا آچمسه، اما بی حیاست، بی شرفه، چون راه فرار نداره، یک جو غیرت وجود نیست، یک جو شرف وجود نیست، پس با آدم بی غیرت و بی شرف هر کاری سرش بیاره حقشه، هر کاری سرتو بیاره حقتون است، چون کسی که تو که از مهنت دیگران بی غمی، نشاید که نامد نهند آدم، یک حیوان به فکر حیوان هست، شما حیوان از حیوان پسترید، شما کفتارید، شما کرکسید، شما لاشخورید، شما مثل گرگ هستید، باید دندوناتو خورد کنن، باید گروتونو بگیرن بدرن، زبور زبور شد بیرون، فکر نکنید جیگرتونو در میارن، من همه اینا رو جلو بهتون گفتم، نکردید،
کسی که نصیحت پذیر نیست قابل گذشت هم نیست. دست من اینونم نیست. گیر جون بدید. بازار به اونجایی رسید که این از شعار بیکار، دزدی و قتل و غارت، تجاوزم روش جلو چشم خود کسافت شما، چشم بی حیای شما، چشم بی شرف شما، چشم دزد شما. حقتونه، هیچ چیز اضافه نیست. ببخشید، یک مثالی هست که قدیما میزدن، عذر میخوام، ببخشید دوستان من کلام بیتربیتی کم میکنم، اما میگن که طرف عذر میخوام گوزید که نگن گنگه. حکایت امیر احمدیه. تو دیگه چی میگی دلقه که کسافت لجن، با اون سن سالت خفه شو. هر کی گفت پنیر توره گوشه بگیر بمیر، مقال از اون پروفسور رو یاد بگیر. تو چجوری میخوای بمیری؟ تو چجوری دست مردم ایران بیفتی؟ کسافت لجن، تو لخواشن خفه شو. سر یک مطلب میخوای بذاری پول چقدر میگیری؟ از اون زن بچت خجالت میشه، از اون خانواده خجالت میشه که واقعا شر بعضی خیرشون شرفت رو دارن به من میگن. گفتم من باید پدری در بیارم، بی شرف و بی ناموس و بی همه کس، توف تو شرف نداشته، به تو چه مربوطه؟ تو آمدی خوردی و بردی، برو بمیر خفه شو. پروفسور مولانا آمد، دو تا مقاله گذاشتیم حرف زدیم، این فهمید سفته گذاشتم. تو داری چی میگی؟ فاحشه کثافت سیاسی، سیاسی هم نیستی، یک فاحشه هر جایی هستی امیر احمدی. برو بمیر بی شرف. تو جرأت رو پاتو ایران بذاری؟ یا خبرنگار من تو جرأت رو پاشی بذاری؟ یا مسابقه جرأت پاشی ایران بذاری؟ جیگرشو در بیاره، چه محمدی باشه چه نباشه، یادشون نمیره ملت اینا. مدیا ثبت میشه، نام اعمارتون هست، نام اعمار هر جای دنیا میشه شکایت میکنن، روزگارتون رو سیاه میکنن، یعنی میز آب خوش از گردون پایین. همه شما که به کشور و به این ملت خیانت کردید، خیانت برمیگرده توف میشه صورت خودتون، توف به این بزرگی که چشاتون کور بشه، کثافت. بس کنید خجالت بشه، شرم کنید. آخر حکومته های آمد لیبرالاش گذاشتید اینجوری اونجوری، اون نایاک هم که جای خودش داره، همه اینها تحت تعقیب قرار میگیرن. چون قشر تحصیل کرده، حقوقدان کشور ما، یکی از قوی ترین قشرهایی که تو جامعه ما هست، اینا از حق ملت ایران، از حق کشور ایران دفاع خواهند کرد. لیدرشون هم که داره، یه لیدر با سواد، روشن، صبور، دموکرات هست. هیچ وقت هرگز چه نخواهد گفت آقا از این شکایت نکنید. هر که جرم کرده با تا اون پس بده. مخصوصا اینکه خارجش هستن و ویر میزنن، زبون میزنن. فکر کردی همیشه همینجوریه؟ نه. هر جا باشه این سوتی میکشن از سوراخ میرن بیرون. مطمئن باشید این رو. خب دوستان، کلیپ زیاد شد. و خدمت شما عرض کنم که دیگه همین، بعد بعضی مسائل من کلیپ خواهم گذاشت براتون. من دوستان راجع به آب تلاش زیاد تو کشور کردم، خیلی زیاد تلاش کردم، در کلیپ که بعدی یا امروز یا فردا یا پس فردا خواهم گذاشت صحبت خواهم کرد. کار زیادی واسه آب کردم، میخوام اینا رو یه تجربه برای دیگران منتقل کنم، برای دوستان و عزیزان یه مقدار از رزومه هم خواهم گذاشت، چون من میدونستم که آب پایه آبادانی است، پایه زندگی است. خیلی کارا کردم، برای خودم کردم، برای کشورم کردم، برای هموطنم کردم. حالا با هم صحبت بکنیم. ایام بکام، روزگارتون خوش.